مردم ایران در جنبش اخیر کاری کردند که حتی حرومزاده سید علی زهاک به لکنت زبان افتاده. اوضاع به شدت بحرانی شده و خبرها از قطع پخش زنده تلویزیون و حک دوباره رسانه ملی آخوندهای ایرانه. کشورهای غربی هم دیگه علا نیاز واردات از ایران طرف این رژیم خبیس و نمیگیرند چیزی که جهان و به ویژه کشورهای غربی رو مجبور به تغییر سیاست و کنار گذاشتن سیاستهای مماشاتگرانه با جمهوری اسلامی کرده شهامت و پایداری هزاران هزار ایرانی در سراسر کشوره در این بین نقش ایرانیان خارج کشور و احزاب مخالف رژیم دجال جمهوری اسلامی را هم گذشته از سمت و سوی سیاسیشون نمیشه نادیده گرفت در کمتر موردی مخالفان حکومتی در خارج از مرزهاش چنین گسترده و پرقدرت عمل کرده ایرانیان تبعیدی و مهاجری که به صورت مستمر در یک ماه و نیم گذشته به خیابونها اومدن و تظاهرات و تحسن برگزار کردند و همچنان در تظاهرات های سراسری در دو قاره اروپا و آمریکا به مبارزات آزادی یه مردم ایران پاسخ مثبت دادن نقش قابل توجهی ایفا کردن در این بین جمهوری اسلامی دجال فکر میکنه با تهدید و رجزخونی و تلاش جهت بحران آفرینی در منطقه از جمله با درگیری نظامی یا گروگانگیری میتونه راهی برای نفس کشیدن پیدا کنه بیشتر از یک ماه اعتراض و اعتصاب در ایران بالاخره سیاستمداران و دولت‌های غربی را از خواب خرگوشی بیدار کرده و سرانجام به این نتیجه رسیدن که فعلا مذاکرات بیهوده برای توافق و بایگانی کنند ماشین انتشار بیانی ها در محکومیت سرکوب وحشیانه جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی بعد از مرگ محسا هم به راه افتاده در عین حال اسمهای جدیدی هم به فهرست تحریم افراد و نهادها که مدتهاست در آمریکا کانادا اتحادیه اروپا و بریتانیا باز شده اضافه شده و خواهد شد آخرینش در نشست پنجشنبه سران اتحادیه اروپا به تصویب رسید اگرچه این بار اسمهایی که به این فهرست اضافه شدن ربطی به سرکوب و نقض حقوق بشر نداره بلکه در رابطه با فروش پهپادهای ساخت رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی به روسیه و استفاده این کشور از اونا علیه اوکراینه